تصادف اعتقادی ندارم من به وعده الهی اعتقاد دارم من در یک خانواده مسلمان به دنیا آمدم و خدا نقشه ها داشت نقشه عالی در روزی که من میخواستم خودم رو بکشم عیسی مسیح خودش رو بر من آشکار کرد و به من زندگی تازه ای بخشید و اگر با من دعا کنی و باور داشته باشی خداوند امروز زندگی تازه به تو خواهد داد عیسی مسیح واقعیه او زندگی ها رو عوض میکنه سرنوشت رو تغییر میده اون آدم ها رو عوض میکنه و اون آدم ها میتونن دنیا رو تغییر بدن پیغام صلیب برای کسانی که در هلاکتن یک حماقته ولی برای ما که نجات یافتیم نشانی از قدرت خداست بعضی از مردم دنیا ممکنه به صلیب نگاه کنن و بگن این صلیب چیه؟ اهمیت صلیب در چیه؟ چه معنایی داره؟ یادم میاد وقتی که مسلمون بودم به صلیب نگاه میکردم و به خودم میگفتم چه حماقتی احمقانه است این یعنی چی؟ ولی یک روز ناگهان عاشقشم ناگهان زمانی که منتظر نیستی و فکر میکنی که زندگی تو برای همیشه همینه هر روز مثل دیروز و روز قبل ناگهان وقتی که معیوس هستی و در تاریکی در ناامیدی مطلق وقتی فکر میکنی که هیچ وقت چیزی در زندگی تو عوض نمیشه وقتی که حس میکنی در سلول زندان هستی و تقدیر تو اینه که بمیری چون که گزارش پزشکا این رو میگن و تو باورش کردی که این آخر خطه ولی ناگهان با خداوند اون میاد و همه چیز رو تغییر میده با یک لمس دوستان همین دقیقا به همین شکل برای من اتفاق افتاد یک روز از خواب بیدار شدم و گفتم زندگی ارزش زنده بودن نداره زندگی هیچ معنایی نداره زندگی من خیلی پوچه یک روز از خواب بیدار شدم و به دختر کوچیکم نگاه کردم و گفتم هر کس دیگه ای میتونه مادر بهتری باشه. میتونی تصور کنی؟ درد یک مادر رو که نمیتونه مسئولیتش رو به انجام برسونه؟ اون درد، اون درد شکست به عنوان یک بازنده و بعد ناگهان ایسای مسیح خودش رو بر من آشکار کرد به شکل خیلی مشخص و من رو لمس کرد من رو عوض کرد و من را آزاد کرد و بعد از اون روز من به صلیب به چشم دیگه ای نگاه کردم و فهمیدم که اون یک شخص معمولی نبود که بر روی صلیب جانش را برای هیچ داد این اواخر شنیدم راوی زکریا گفت که او یک ملاقات با یک رهبر اسلامی داشته بعد از صحبت کردن یک صحبت مسالحت آمیز و بدون دعوا بدون هیچ خصومت و توهین مکالمه زیبا و شایسته بین دو شخص از دو ایمان متفاوت رهبر مسلمان گفت شاید به جای اینکه بگیم آیا عیسی مسیح مصلوب شد و یا نشد چون اسلام تنها دینیه که مصلوب شدن مسیح رو انکار میکنه باور دارن که یهودا بود که به جای او مصلوب شد و اون مرد اون رهبر مسلمان گفت که شاید به جای اینکه مصلوب شدن مسیح رو زیر سوال ببریم باید بپرسیم چرا؟ چرا؟ ماشیه نجات دهنده پسر خدا ابتدا و انتها چرا؟ بر روی صلیب چرا؟ برای تو و برای من تا آزاد بشیم این را میخوام بگم که پیغام صلیب برای کسانی که در حلاکت هستن احمقانه است برای اونهایی که در مرگ ابدی هستن برای کسانی که در تاریکی هستن ولی برای من یک زن ظلم دیده مسلمانی که امیدی نداره نه آزادی نه روشنایی یعنی قدرت خدا کسانی که نجات یافتن کسانی که آزاد شدند از تاریکی آزادی آیا تو هم میخوای آزاد بشی یادم میاد وقتی که یک نوجوان بودم همیشه خواب آزادی و آزاد بودن رو میدیدم این عنوان کتاب من من آزادی رو در خواب دیدم من میخوام که آزاد باشم یادم میاد وقتی که پدر و مادرم دعوا میکردن وقتی که حرسشون رو سر من خالی میکردن وقتی من رو با اسامی زشت صدا میزدن تو احمقی تو به درد نخوری زندگی تو هیچ وقت بهتر نمیشه حالا میبینی که تو یک بازنده هستی وقتی اینها من رو با این القاب صدا میزدن من یادم یاد که آزادی رو در خواب میدیدم و میگفتم یک روز از این درد آزاد میشم آزادی برای من خیلی ارزش داشت ولی فرقی نمیکنه که کجا باشی من کشور عوض کردم ظاهرم رو عوض کردم خیلی چیزها رو عوض کردم خارج از خودم ولی فرقی نمیکنه که کجا باشی تو همونی که هستی مگر که عیسی مسیح در خداوند پسر خدای زنده او بیاد و تو رو از درون تغییر بده فرقی نمیکنه که به کدوم کشور بری فرقی نمیکنه که تو خونه ای زندگی کنی تو آزاد نیستی امروز خیلی از شماها دارین در تاریکی زندگی میکنید امروز خیلی از شماها در اسارتید اسیر شرایط خیلی از شما اسیر یک باور مذهبی اشتباهید خیلی از تو فکر میکنی که داری خدا رو خدمت میکنی ولی در واقع داری شیطان رو خدمت میکنی بله شما شیطان رو میپرستید شما در زنجیرها هستید شما زنجیرها دارید خیلی از شما ها امروز یک نفر دقیقا همطور که برای من اتفاق افتاد وقتی کوچیک بودید پیش شما آمده به شما یک چیزی گفته شما رو متقاعد کرده و این درون شما تبدیل به باور شده دوست من تو امروز اسیر اون باوری زج میکشی ولی خدا امروز میخواد تو رو آزاد کنه اون میخواد که یک قلب تازه به شما بده یک زندگی تازه هم که به من داد و اون صلیبی که شاید به نظر احمقانه است اگر اون را فهمیده و بپذیری بدون هیچ تعصبی بدون هیچ پیش داوری زندگیتون رو تغییر میده و شما رو آزاد میکنه از زنجیرهاتون اشعیا 61 من عاشق اینم من میخوام این رو مدام بخونم مدام و مدام روح خداوند یهوه بر من است زیرا خداوند مرا مس کرده است تا بشارت خبر خوش را دهم به مسکینان مرا فرستاده شکست دلان را التیام بخشم تا ندا کنم اینو خیلی دوست دارم تا به آزادی نگاه کنم به اسیران یک ترجمه دیگه میگه آزادی را اعلام کنم برای اسیران اعلام کردن آزادی به کسانی که در زنجیر اسارتند شاید زنجیرهای شما به چشم نیاد مثل زندانی ها من رو هم همسرم میریم و بشارت میدیم در زندان و مردمی که میان قاتل متجاوز خطرناکترین آدم های روی زمین تو میتونی ببینی اونها میان و زندگیشون رو به مسیح میدن و مسیح اونها رو آزاد میکنه با اینکه اونها زنجیر دارن زنجیری که به چشم دیده میشه و بعضیاشون به این شکل راه میرم چون خیلی خطرناکه اما باید همیشه زنجیر به پاشون باشه در طول زمانی که ما اونجاییم نمیتونن راه برن پس اینجوری میان ولی بعد ناگهان خداوند اونها رو لمس میکنه یک اتفاقی تو قلبش رو میفته و میدونی اون اتفاق چیه و اون رو حس میکنی وقتی که این تجربه رو با خدا داری هیچ کس نمیتونه این رو از تو بگیره وقتی مردم از من میپرسن از کجا میدونی؟ مثل اون مرد نابینا وقتی در مقابل تمام و فریسیان و همه اون رهبران مذهبی که مرتب او رو سال پیچ می کردن، اون کی بود که تو رو شفا داد؟ اون کی بود؟ و با چه قدرتی این کار رو کرد؟ اون یه گناهکار اون فلان بیساره و اون مرد نابینا گفت من یک چیز رو می دونم. من نمی دونم اون کیه؟ دقیقا نمی دونم اون کیه؟ و این قدرت رو از کجا گرفته من دانش الهیاتی ندارم من دکتر اصول ندارم من ابری و یا یونانی نمیدونم من ریشیه خیلی کلمات رو نمیدونم و شاید خیلی چیزها رو نفهمم ولی یک چیز رو خوب میدونم یک چیز و همون برای من کافیه من کور بودم ولی الان بینا شدم وقتی دوستان مسلمان من با من بحث میکردن وقتی خانواده من با من دشمن شدن همه و همه مثل اینکه درهای جهنم باز شده بود و انها شروع کردن به محکوم کردن من شستشی مغزی اینه و اونه و من جواب برای همه سالهای اونها نداشتم من آگاهی از الهیات و دکترای اصول نداشتم چه در مورد کتاب مقدس و یا غیره هیچ کدوم از اینها تنها چیزی که میتونستم بگم من کور بودم و بینا شدم تنها چیزی که میتونستم بگم این بود که من شکسته بودم ضعیف ضعیفترین در درون زشترین مخلوقی بودم که بر روی زمین وجود داشت با تمام زباله های قدیمی تمام آشغال یک شخص چندشاور کثیف در مقابل صلیب در مقابل ایسای مسیح ولی اون من رو آزاد کرد و از اون به بعد من زندگیم رو وقف او کردم تا اون رو خدمت کنم اشعیان میگه از این راه رو به رستگاری و محبوسان رو به آزادی نگاه کنم از تاریکی وقتی اون زندانی ها با زنجی ها میان اونها فروتن میشن چون که محکوم به مرگن یا زندان ابدی و اونها فروتن هستن و زنجیرهای اونها و قلبشون رو به عیسی مسیح میدن و تبدیل میشن به مردان آزاد درست شاید اونها باید بقیه زندگیشون رو تو زندان بگذرونن ولی از گناه آزادن یادم میاد یک روز نگبونا وارد زندان شدن چون که اونها هرچند وقت یک بار میان و یک سرشماری میکنن از اونها گفتن شما که آزادید سر پا بیسید منظورش ما بودین تمام مبشر شما که آزادید شاعرم در کنار میستاده ساده بود میدونست در قلبم چی میگذره دلم میخواست فریاد بزنم و بگم این زندانی ها هم آزادند آنها عیسی مسیح رو یافتن اگر عیسی مسیح تو رو آزاد کرده پس تو به راستی آزادی ولی شوهرم به من گفت این کار رو نکن <تص> شما که آزاد هستی سر پا یکی،, یکی از علاقه های من اینه که اسامی خداوند رو بنویسن یک لیست درست کنم یک لیست از تمام اسامی خداوند در کتاب مقدس عاشقشم تو آلفا و امگا هستی ابتدا و انتها تو ستاره درخشان صبح هستی تو یک تا هستی هستی و خواهی بود هر روز صبح اون رو به اسم صدا میزنم و میدونم که قلب اون رو به وجد میاره از اینکه فرزندانش رو میشناسن ای خدای ابراهیم اسحاق و یعقوب او رو صدا میکنم تو خدا خدای اسرائیل هستی تو یهوه هستی تو الشدای و ادونای هستی من فقط شروع میکنم به صدا کردن اون قدرت زیادی در نام از اگر تو ایمان داری تو رو تشویق به این کار میکنم او رو صدا کن تو آب حیات هستی ستاره درخشنده صبح تو نان حیات هستی تو صخره منی تو مهیا کننده ای محافظ و نجات دهنده من هستی وقتی این کار رو بکنید حس میکن که قدرت خدا من بر شماست آرامش اون بر شما میاد وقتی این کار رو انجام بدین شما دارین جلال میدین نام او رو شما رو تمجید میکنین و خودتون رو فروتن میکنین به عنوان مسیح خیلی وقت دعا میکنیم خداوند من, دا من کوچیک بشم تا اسم تو جلال بیابه این فقط با دعا کردن در حرف اتفاق نمیفته مثل یک آدم سه قدیمی که هی میجوی و میجوی شروع کن به گفتن خداوند تو خالق جهانی تو من رو آفریدی تو خالق من هستی تو پدر من هستی تو همه چیز من هستی و بعد من تمام این اسامی رو می من صد و چهل اسم دارم و خداوند هر روز اسامی تازهی به من میده برای مثال اگر من نیازی داشته باشم اگر نیازی باشه اون میگه همین اواخر به من گفت من جواب تو هستم گوش کن من جواب تو هستم جواب برای تمام سوالات من جواب هستم یک روز دیگه گفت من یک مشکل داشتم اون گفت من راه حل هستم بله خداوند تو راه حل هستی و بعد یک روز دیگه اون گفت من گفتم من نیاز به قوت دارم اون گفت من قوت تو هستم من منبع تو هستم من منبع قوت تو هستم من منبع شادی تو هستم من منبع آرامش تو هستم منبع من منبع هستم اواخر اون یک اسم تازه به من داد اون گفت من مبارزه آزادی تو هستم من هیچوقت این رو نشیده بودم مبارزه آزادی بله او گفت من تو را از خیلی چیز آزاد کردم و اون پیغام های خیلی زیادی به من داد که با شما در میون خواهم گذاشت در این هفته اون گفت که من مبارز آزادی هستم من مردم را آزاد می کنم گفتم خداوندا من, من رو از گناه آزاد کردی روزی که تو رو شناختم آزادی رو دریافت کردم اون گفت بله من تو رو از تاریکی آزاد کردم من تو رو از لعنت آزاد کردم از گناه اولی آدم و هوا که لعنت رو به زمین آوردن من تو را آزاد کردم از جهنم از داوری آزاد کردم در همه این سالها تو را از خیلی چیزها آزاد کردم آلیه من گفتم خداوند از چه چیزهای دیگه از من رو آزاد کردی میدونم من رو از نبخشیدن آزاد کردی تو من رو از رنج و درد آزاد کردی دیگه چی و اون شروع کرد به گفتن چیزهایی که من رو از اونها آزاد کرده و اون میخواد که مردم رو از اسارت آزاد کنه و لیست چیزهایی که من ازشون آزاد شدم شستا بود هر کدوم از اونها تبدیل به یک پیغام شدن اون ما رو از خشم آزاد میکنه اون ما رو از حس تایید شدن توسط دیگران آزاد میکنه اگر شما همیشه به دنبال تایید دیگرانید تایید دیگران برای شما بیشتر از همه چیز اهمیت داره مثل من شما فقط نیاز دارید که مورد تایید اون باشید و همین کافیه فقط برای او در مورد تایید او او گفت من مبارز آزادی هستم نجات دهنده نجات دهنده کلمه ای که پر از قدرت و پر از معناست شخی بهایی پرداخت کرده بر اینکه ما را آزاد کنه در ایوب باب 19 ۲ 25 میگه و من, من میدانم که ولی من زنده است من میدانم که ولی من زنده است من خدایی زنده دارم که مرا میشنود مرا آزاد میکند از اسارت تا او ما رو از گذشته آزاد میکنه شاید امروز خدا نیاز شما رو به آزادی از گذشته میبینه اون ما رو از احساس گناه آزاد میکنه از محکومی از شرم تمام اون زباله هایی که شیطان سعی میکنه روی ما بریزه شیطان میخواد که ما رو له بکنه او زمزمه میکنه از مردم سو استفاده میکنه از شرایط استفاده میکنه و خداوند میاد ناگهان با یک لمس یک لمس همه چیز را عوض میکنه قدرت نجات اولین کلمه در دیکشنری میگه ن... نجات یعنی رهایی دادن آزاد کردن یک روز یک مرد مسلمان پیغامی به من داد من برنامه تو رو نگاه میکنم و تو همیشه در مورد ظلمی که به تو شده صحبت میکنی که همسر اول تو تو رو میزد تو رو به زمین میکوبید و همه اتفاقاتی که بر من افتاده بود تو همیشه در مورد رنج ها صحبت میکنی برای کسانی دعا میکنی که امروز مورد آزار قرار میگیرن ولی من اون کسی هستم که همسرم رو میزنم مثل همسر تو همسر اولت منظورش آزار دهنده آیا برای من امیدی هست؟ آزار دیده نیاز به نجات داره ولی کسی که آزار میده نیاز به نجات داره خداوند میخواد که شما رو آزاد بکنه شما که امروز داری این برنامه رو تماشا میکنید این برنامه تلویزیونی خداوند داره با قلب شما صحبت میکنه شما که داری هم سرتون رو می زنید خداوند میخواد که شما رو آزاد بکنه میدونم که شما در عذاب هستی و خودتون متنفرین از عادتی که دارید خداوند میخواد که شما رو آزاد کنه بها داره آزادی یک بهایی داره عیسی مسیح اون بها رو پرداخت کرده برای آزادی تو یک قیمتی داره برای اینکه من اینجا باشم بهایی پرداخت شده من برای آزادیم ریز کردم به قیمت خانوادم این بهای من بود زندگی و تمام نیروم خیلی چیزهایی که باید فدا میکردم پشت سر گذاشتم خانوادم برای دریافت آزادی وقتی تو کاری برای خدا انجام میدی یک قیمتی داره ولی ارزشش رو داره یادم یاد اواخه کشیش یک کلیسای به من زنگ زد و گفت ما داستان زندگی تو رو شنیدی من میخوام که تو بیای و شهادت بدی شهادت زندگیت که عیسی مسیح چجوری آزادت کرده با اعضای کلیسا این درخواست رو دارم و من گفتم بله حتما من اون روز رو تعیین کردیم و من آماده بودم. اون گفت چقدر باید پرداخت کنیم تو برای این کار چقدر چارج میکنی برای اینکه بیای و شهادت بدی شهادت زندگی من گفتم آقای کشیش پرداخت شده با خون با خون بره ایسای مسیح او بها رو پرداخت کرده و دیگه فروشی نیست از این به بعد رایگانه چون اون من رو آزاد کرد تا به وسیله من دیگران آزاد شد. اون بها رو پرداخت کرده کار من آسونه فقط کافی شهادت بدم به نیکویی او انجیل او رستگاری او به شادی و آرامشی که در اوست با دیگران آسونه اون کار رو تمام کرد مهمترین کار وظیفه اصلی رو او پرداخت بر روی صلیب آزادی بهایی داره آزادی قیمت داره آزاد شدن آسون نیست آزادی مردم قیمت داره همچنین برای تو شاید امروز تو در خاور میانه هستی و دوست داری که مسیح بشی این آسون نیست و تو باید براش بها پرداخت کنی این یه پیغام آسونی نیست زندگی پر از ثروت مال آرامش و بدون درد این به اون معنا نیست اگه تو زندگی ایدئالی میخوای این رو بگم من دروغ گفتم این زندگیه ولی زندگی که ارزش زندگی کردن داره چون داری برای عیسی مسیح زندگی میکنی مسیح میگه به خاطر ایمانت از تو متنفر میشن متنفر میشن تو رو اذیت میکنن تو رو آزار میدن من هزاران تهدید دریافت میکنم هر ماه به من توهین میکنن ولی بذار این رو بگم این ارزشش رو داره اگر این قیمتشه برای یک مرد یک زن یک کتک زننده زنها یک تروریستی که نجات پیدا میکنه و زندگیشو به عیسی مسیح میده و از دروغ و شیطان آزاد میشه و اونهایی که به اسم زندگی آدم میکشن این ارزشش رو داره برای منی که باید این قیمت رو بدم یادم میاد یک مردی از یک قسمت دیگه از این دنیا که بهای آزادیش رو پرداخت مارتین لوتر کینگ جونیور اون بها رو پرداخت کرد با زندگیش به خاطر تعصب و نجا پرستی اون یک, اون یک رویا داشت و رویای او یک قیمتی داشت تو میخوای مردم را آزاد کنی؟ یک قیمت داره و اون گفت من رویایی دارم که یک روز این ملت بزرگ خواهد شد و آنها از حق و حقوقشون استفاده خواهند کرد من باور دارم که هر شخصی حق و حقوقی داره شفافه همه مردم مساوی هستند. او گفت که تمام مردم مساوی هستند. او گفت که من رویایی دارم که یک روز روی تپه های قرمز جورجا که پسر یک برده با پسر یک ارباب با هم همنشینی خواهند کرد. هر دو بر سر یک سفره مثل برادرن. او گفت که من می که هر چهار فرزند من یک روز در بین مردم زندگی می کنم که به خاطر رنگ پوستشو قضاوت نمیشن بلکه به خاطر شخصیت اونها اون گفت من رویایی دارم که یک روز هر درهی برافراشته و هر کوهی و تلی پست خواهد شد و کجیها راست و ناهمواری ها هموار خواهد گردید و جلال خداوند مکشوف گشته تمامی بشر تمامی بشر آن را میبینن با هم هللویا تمامی بشر ما یک روز مسیر رو خواهیم دید همه با هم در یک بدن خداوند میخواد که تمام وجود ما رو آزاد بکنه اون این رو گفته اون رو معیزه کرده اون از این را رو آزاد میکنه از تعصبشون از خودشون از گناهشون و خدا من میتونه دوست من خدا میتونه که تو رو آزاد کنه خدا من تو رو میخواد که آزاد بکنه از همه تعصب از هر مذهبی خدا من میخواد که تو رو آزاد بکنه اون میخواد که وارد قلبت بشه اون میخواد که وارد زندگیت بشه اون میخواد زنجیرهای اسارت رو بشکنه اسارت از مذهبی اشتباه دوستان مسلمان خدا من خداوند تو رو میخواد آزاد کنه از تمام دروغ های دشمن اون تو رو میخواد آزاد بکنه اون بر روی سلیم مرد تا تو زندگی تازه داشته باشی برای تو که از زنجیرها آزاد بشی برای تو که آزاد بشی از اسارت گناه از گذشتت از دروغ ها و حیله ها اون میخواد که تو را آزاد بکنه یادم میاد که مادرم که دچار افسردگی بود هنوز یک زن مسلمان که دارو میخوره اون یک اسیره که در شرایط خودی زندانیه یادم میاد با یک دختر کوچیک تمام قرصا و کپسول های افسردگی اون رو خالی میکردم همون اسیر بود هم من اسیر بودم برای اینکه اون رو خوشحال کنم و از شرایطش بیرون بیارم تمام به عمرم سعی من این بود و من نتونستم فقط مسیح میتونه شما رو خوشحال بکنه فقط مسیح میتونه زندگی شما رو عوض کنه وقتی که من فکر میکردم که زندگی من هیچ وقت عوض نمیشه عیسی زندگی رو شرایطم رو عوض کرد